گیلاسیا سلام، امروز یکم از فضای ترسناک فاصله گرفتم و یکی از بهترین فیلم‌های جهان رو براتون آوردم که باعث میشه کل زندگیتون رو زیر سوال ببرید تا مدت‌ها فکرتون درگیرش بمونه. فیلم د ترومن شو با بازی جیم کری محصول سال 1998 آمریکا هست که زمان پخشش هم کلی از افراد مذهبی جهان بر ضدش تبلیغ کردن، چون میگفتن وجود همه دنیا رو زیر سوال برده. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش به من فوش ندید. فیلم با نمایش مردی به اسم ترومن بربنک شروع میشه که تو جزیره زندگی میکنه و مسئول فروش بیمه هست و زندگی کاملا روتین و عادی داره. ترومن با زنی به نام مریل ازدواج کرده و همه زندگیش توی این جزیره بزرگ شده. ترومن هر روز جلوی آینه خودش رو مرتب میکنه، آماده رفتن به اداره میشه. جلوی در خونش با تیکه کلام همیشگیش به همسایه صبح بخیر میگه و با ماشین به سر کار میره. جمله که ترومن هر روز به همسایه‌اش میگه اینه: صبحت بخیر و اگه دیگه ندیدمت عصر تو شبت هم بخیر. امروز که میخواد به سر کار بره، یه رفیق چراغ وسط خیابون میفته و میشکنه که توجه ترومن رو هم به خودش جلب میکنه. ترومن چراغو چک میکنه تا بفهمه از کجا افتاده، اما در کمال تعجب میبینه به هیچ جا وصل نبوده. توی ماشین رادیو رو روشن میکنه که گوینده اعلام میکنه یه هواپیما توی آسمون براش مشکل پیش اومده و یه سری از لوازمش به جزیره پرت شده. اونم میگه حتما چراغی که افتاده برای همین بوده. وقتی به سر کارش میرسه، یواشکی تلفنش رو برمی‌داره و به یه سازمان تو جزیره فیجی زنگ میزنه و سراغ زنی به اسم لورنو میگیره. سازمانم میگه همچین کسی اینجا نداریم و تماس قطع میشه. بعدم رئیسش لورنس میاد داخل و بهش میگه باید به جلسه‌ای بره که توی جزیره دیگه تشکیل شده. اونم قبول میکنه، اما وقتی به اسکله میاد تا بلیط بگیره و با قایق به جزیره بعدی بره، میفهمیم ترس خیلی زیادی از آب داره و در آخر هم نمیتونه به ترسش غلبه کنه و به خونه برمیگرده. شب ترومن به همراه دوست خیلی قدیمیش مارلون به قسمتی از جزیره میرن تا گلف بازی کنن و خوش بگذرونن. وسط صحبتشون ترومن میگه من خیلی دلم میخواد از اینجا برم بیرون، و وقتی مارلون میپرسه کجا، ترومن جواب میده به جزیره فیجی. هیچ دلیل خاصی هم نداره، فقط دوست دارم اونجا رو ببینم. خوشگذرونیشون تمام میشه و مارلون به خونه خودش میره، در حالی که ترومن به حال غمگین کنار ساحل میشینه. اون یاد خاطره بچگیش میفته، جایی که با پدرش به دریا رفتن و طوفان شهری شکل گرفته که باعث شده پدرش به دریا بیفته، و این ترس خیلی زیاده ترومن از آب بعد از مرگ پدرش توی همین اتفاق شکل گرفته. یه دفعه از خاطراتش میاد بیرون و اتفاق خیلی عجیبی میفته. بارون میگیره، اما فقط روی تیکه از زمین دقیقاً بالا سر ترومن. اون از جاش بلند میشه و متوجه این اتفاق میشه، اما کمتر از چند ثانیه یه دفعه همه جا بارون میگیره و اونم میگه حتما اتفاق طبیعی افتاده. ترومن به خونه برمیگره، جایی که با همسرش مریل صحبت میکنه و میگه بیا از این جزیره بریم یه جای دور. مریل پیشنهاد رد میکنه و میگه اینجای زندگی آروم و کار داریم، اگه میخوای خیلی زندگیمون تغییر کنه بیا بچه دار شیم. ترومن هم هیچ علاقه به این پیشنهاد نشون نمیده و روز بعد دوباره به سر کار میره. وسط راه یه مرد بی خانوان میبینه که دقیقاً شبیه پدرشه. اون با کنجکاوی سمت مرد میره، اما قبل از اینکه بتونه باهاش صحبت کنه، یه دفعه یه عده آدم که مثل مامورای پلیسن میان و مرد بی خانوان رو با اتوبوس میبرن. ترومن هرچی سعی میکنه جلوشونو بگیره موفق نمیشه و کلی اتفاق میفته که نمیذاره اون به اتوبوس برسه. مثلا یه سری ماشین میپیچن جلوش. همون روز پیش مادرش میره تا قضیه رو باهاش در میون بذاره، اما مادرش میگه همه چیز توی توهمت بوده چون بابات واقعا مرده. میگه منم یه وقتا غریبه ها رو شبیه بابات میبینم، چون دلم براش تنگ شده و خیلی عادیه. ترومن به خونه خودش برمیگرده و یواشکی جوری که زنش نفهمه میره به زیر زمین خونه. اونجا یه صندوقی که رمز قفلش رو خودش میدونه، و وقتی بازش میکنه یه عالمه لوازم مختلف و خاطره از گذشته ترومن میبینیم. توی صندوق یه لباس قرمز هست که یه پیکسل روش چسبیده و روش نوشته شده چه جوری قرار تموم بشه. این لحظه ترومن یه فلش بک به دوران کالج خودش میزنه. اون عضوی از گروه موسیقی هست و با دیدن دختری به اسم لورن یه رفعه چشمش اونو میگیره و دخترم بهش لبخند میزنه، ولی قبل از اینکه بتونه بره باهاش صحبت کنه، زن الانش یعنی مریل میاد پیشش و موفق به انجام این کار نمیشه. تو روزهای بعدی کالج رابطه ترومن با مریل جدیتر میشه، ولی نمیتونه از فکر لورن در بیاد تا بالاخره یه روز توی کتابخونه کالج میبینتش و ازش به شام دعوت میکنه. لورن یه دفعه میگه به من اجازه نمیدن باهات صحبت کنم، ولی رو دفترش مینویسه الان، یعنی فقط الان میتونه باهاش سر قرار بره، وگرنه ممکنه هیچ وقت همون نبینن. ترومن و لورن یواشکی از کالج خارج میشن و به سمت ساحل میرن تا هیچ کس نبینتشون، اما ما به عنوان بیننده متوجه میشیم یه دوربین زیر نظرشون داره. اونا تو تنهایی هم میبوسن که یه دفعه یه ماشین با سرعت زیاد سمتشون میاد. لورن وحشت میکنه و با استرس به ترومن میگه اسم واقعی من سیلویا و همه دنیایی که توش داری زندگی میکنی یه دروغه. پیرمردی از ماشین پیاده میشه و لورن رو به زور سوار میکنه و به ترومن میگه لورن مشکل روانی داره و هرچی داره میگه هزیونه. موقع رفتن پیرمرد به ترومن میگه ما میریم به یه جزیره دیگه به اسم فیجی و دنبالمون نگرد، و لورن هم میگه بیا پیدام کن. با رفتنشون ترومن میمونه و کلی درگیری ذهنی و تنها یادگاری که از عشق زندگیش مونده، یعنی همون لباس قرمزی که تو واقعیت الان دستشه. برمیگردیم به زیر زمین خونه ترومن و میفهمیم انقدر عاشق این دختره که با کندن تیکه‌های صورت از مجله‌های مختلف داره سعی میکنه چهره لورن یا همون سیلویا رو برای خودش بسازه. روز بعد میرسه و ترومن طبق معمول داره به سر کارش میره، اما بازم یه اتفاق عجیب میفته. یه دفعه رادیوی ماشینش صداهای عجیب غریب پخش میکنه و گویند
گوینده شروع به گزارش کردن حرکات تورومن میکنه. گوینده میگه تورومن داره توی جاده میره و الان به سمت چپ میپیشه. دوباره رادیو به حالت قبلیش برمیگرده و گوینده دیگه بابت مشکل پیش اومده معذرت خواهی میکنه و میگه رادیوی پلیس روی ما افتاده بود. تورومن ذهنش داره از این همه داستان میپاشه که یه دفعه تصمیم میگیره برخلاف روتین هر روزش عمل کنه و میدوه بزن به ساختمون دیگه کنار محل کارش. وقتی میرسه از نیروهای امنیتی به زور رد میشه که در کمال تعجب یه میز پر خوراکی و یه سری آدم مثل پشت صحنه فیلمای سینمایی رو میبینه. نیروهای امنیتی اونو بیرون میندازن و تورومن خسته از این همه اتفاقای عجیب و غریب به پیش دوستش مالو میره تا باهاش صحبت کنه. اونم بهش میگه داری توهم میزنی و تورومن هم دوباره میگه من میخوام یه مدت از این جزیره کلا برم. روز بعد همسر مادر تورومن کنارش نشستن تا همگی عکسای قدیمیشون رو نگاه کنن. تلویزیون روشن و یه رفه برنامه پخش شده با مضمون اینکه مردم لازم نیست برای دیدن کشورهای دیگه از خونهشون خارج شن چون ما براشون همه چیز راحت فراهم میکنیم. انگار همه دنیا دارن به تورومن میگن لازم نیست از جزیره خارج شو، بهتره کلا بهش فکر نکنه چون از خونه میشه همه جا رو دید. تورومن به دیدن عکسها ادامه میده که یه رفه متوجه میشه مریل توی همه عکسای عروسیشون انگشتش روی هم دیگه قرار داده. این کار یه علامت برای وقتی که یه نفر نمیخواد حرف حقیقتو بزنه، یعنی مریل با صداقت تمام با تورومن ازدواج نکرده و این باعث هزار برابر شدن شک این مرد میشه. روز بعدی تورومن به آژانس سفری میره تا بلیط برای رفتن به فیجی بخره، اما بهش میگن هیچ بلیطی فعلا نداریم و نمیتونی بری. اون با عصبانیت میره و سوار اتوبوسی میشه تا به شهر شیکاگو بره، اما اتوبوس هم یه دفعه براش مشکل پیش میاد و حرکت نمیکنه. تورومن با عصبانیت به خونه برمیگره و تو ماشینش میشه که همسرش مریل هم از سر کار میاد و میبینتش. تورومن میگه سوار شو، بعد شروع میکنه به گفتن هر اتفاقی که داره کنارش میفته. میگه الان یه نفر با لباس سبز از پشت مولد میشه و انقدر این زندگی روتین براش تکراری شده که همه چیزو میتونه پیش بینی کنه. یه دفعه در ماشین رو قفل میکنه و گاز میده. کلی ماشین و ترافیک هم به طرز غیر معمولی جلوش میان، اما با زرنگی از جاهایی میره که نتونه ماشین رو متوقف کنه. تورومن ماشین رو به روی پلی میرسونه که میگه این پل جزیره ما رو از بقیه دنیا جدا میکنه، اما به خاطر ترس زیادش از آب نمیتونه جلوتر بره که مریل هم میگه بیا برگردیم خونه. اما تورومن چشماشو میبنده و پاشو میذاره رو گاز که مریل هم مجبور میشه فرمون رو دست بگیره تا یه موقع تو دریا نیفتن. برای اولین بار تورومن به اونور پل رسیده و خیلی خوشحاله، اما یه دفعه به قسمت میرسه که کلی نیروهای امداد اونجا رو بستن و میگن یه مشکل هسته‌ای پیش اومده و نمیتونید از اینجا دورتر برید. اما دوباره در کمال تعجب پلیس اسم تورومن رو اتفاقی به زمون میاره و از اونجایی که هیچ وقت همون ندیدن شک تورومن به همه چیز چند برابر میشه و سعی میکنه با پای پیاده از اونجا بگذره. نیروهای امنیتی در نهایت موفق میشن جلوشو بگیرن و تورومن دوباره به خونه خودش برگردونده میشه. مریل سعی میکنه اون آرومش کنه و بعد میگه بیا یه قهوه بخوریم، اما به شکل عجیبی که انگار داره قهوه رو تبلیغ میکنه از ویژگیاش برای تورومن حرف میزنه. تورومن هم خیلی عصبی میشه و یه دفعه به همسرش حمله میکنه. تهدیدش میکنه و میگه حقیقتو بهم بگو، اما همون لحظه دوستش مالون سر میرسه و تورومن رو میبره بیرون تا یکم هوا بخورن و با هم حرف بزنن. مالون به دوست قدیمیش میگه همه چیز عادی و آروم و تو الکی داری به همه چیز شک میکنی. من بهترین دوستتم و همیشه حقیقتو بهت میگم، اما اینجا راز اصلی فیلم برای ما برملا میشه. مردی به اسم کریستوف همراه با یه تیم کارگردانی خیلی بزرگ پشت سیستم های نشستن و کریستوف داره از طریق میکروفون این جمله ها رو مالون میگه تا به زبون بیاره. مالون ادامه میده که من گفتم بیای بیرون چون میخوام یه راز بزرگ بهت بگم. بعد تورومن رو به سمت پل میبره و مردی از دور به سمتش میاد. این مرد همون بی خانمانی هست که تورومن اول فیلم دیده بود و میگه من واقعا پدرتم از اون اتفاق زنده بود، اما هیچ وقت نمیتونستم بیام پیشت. تورومن پدرش هم بغل میکنن و کریستوف و تیم فیلم برداری رو میبینیم که کلی خوشحالی میکنن. کارگردان میگه از زاویه های مختلف این سکانس رو بگیری چون خیلی مهمه و اینجا میفهمیم همه زندگی تورومن جزو برنامه تلویزیونیه. برنامه‌ای که تو سراسر دنیا بیشترین تماشاگر داره و از زمان تولدش تا الان روی تلویزیون به نمایش گذاشته شده. همه مردم جهان دارن این صحنه دیدار تورومن با پدرش رو میبینن و بی توجه به بازی که داره با زندگی این مرد میشه از خوشحالی اشک میریزن. ما میفهمیم تورومن از روز تولدش توی این برنامه تلویزیونی بوده و تمام افراد جزیره بازیگرایی هستن که وظیفه‌شون اینه تا جلوی تورومن رو از فهمیدن حقیقت بگیرن. جزیره‌ای که این مرد توی زندگی میکنه یه سری فیلمبرداری خیلی بزرگه که حتی آسمونی که تورومن میبینه توسط جلوه‌های ویژه ساخته شده. سکانس بعد کارگردان زندگی تورومن یعنی کریستوف میبینیم که تو اخبار دارن باهاش مصاحبه میکنن و راجع به برنامه ازش میپرسن. کریستوف ما با ساختن ترس از آب جلوی تورومن برای فهمیدن حقیقت گرفتیم و مصاحبه کرد ازش میپرسه به نظرت این کار بازی کردن با زندگی این مرد نیست؟ کریستوف هم جواب میده من یه زندگی خیلی خوب برای تورومن درست کردم که بارها بهتر از دنیای واقعی خودمونه. برام اضافه میکنه که اگه تورومن راجع به حقیقت زندگیش متوجه بشه خیلی راحت میتونه از اونجا خارج شه و من جلوشو نمیگیرم. به پیش تورومن برمیگردیم. روز بعدی اون زندگی روتینش رو دوباره ادامه میده، اما مریل به خاطر رفتارهای عجیبش ترکش کرده. وقتی به اداره میرسه رئیسش میاد و همکار جدیدش به اسم ویویان رو بهش معرفی میکنه. از شکل این زن لباس قرمزی که به تن داره کاملا واضحه کارگردان سعی کرده عشق لورن رو از سر تورومن بیرون کنه. شب تورومن به خونه خودش برمیگرده و میره به زیر زمین. این بار از همه چی خسته است و اول زیر زمین رو مرتب میکنه، بعد لافش رو میبره اونجا و به خاطر خستگیش از این شرایط زیر پتو میخوابه. ساعتها میگذره و تیم کارگردانی هنوز دارن خوابیدن تورومن رو به نمایش میذارن. خوابی که با طولانی شدنش باعث شک کریستوف به شرایط میشه. اون به مالون میگه سری به خونه تورومن برو و
وقتی به اونجا میرسه میفهمن تورمن همه این مدت گولشون زده و از سوراخی که مدت‌ها برای درست کردنش تلاش کرده بوده از خونه فرار کرده. کریستوف وحشت میکنه و برای اولین بار توی تمام مدت پخش زندگی تورمن دوربین نمایشو قطع میکنه. این کار باعث شوک شدن کل دنیا و تماس بی‌وقفه با شرکت فیلمسازی شده و کریستوف دستور میده همه بازیگرای جزیره به گشتن دنبال تورمن مشغول بشن. همه جای جزیره رو جستجو میکنن اما خبری از تورمن نیست و کریستوف یه دفعه ایده به سرش میزنه. اون به تیم فیلمبرداری میگه که دریاهای اطرافو چک کنن و با دیدن یه قایق توی دریا تورمنو پیدا میکنن. دوباره پخش برنامه شروع میشه و اینجا لورن یا همون سیلویا رو میبینن که با کلی خوشحالی داره تورمنو توی تلویزیون نگاه میکنه. کریستوف سری دستور میده با قایق دنبال تورمن برن و برش گردونن اما هیچ کدوم از بازیگرا بلد نیستن قایق سواری کنن و نمیتونن این کارو انجام بدن. کریستوف به شدت نگرانه که برنامه‌شو از دست بده و برای همین با استفاده از سیستم کنترل آب و هوایی که ساخته سعی میکنه که طوفان به وجود بیاره تا تورمن به جزیره برگرده. تورمن به جای ترسیدن از دریا با طوفان مقابله میکنه و حالا که فهمیده همه چیز یه دروغه رو به آسمون فریاد میزنه که تو نمیتونی جلومو بگیری هر چقدر هم تلاش بکنی. کریستوف عصبی‌تر شده و موج‌های بزرگتری سمت تورمن میفرسته که اونم به آب میفته اما بازم کم نمیاره و به قایق برمیگرده و نجات پیدا میکنه. اینجاست که کریستوف متوجه میشه دیگه هیچ جوری نمیتونه جلوی تورمن رو بگیره. برای همین طوفان موج‌های دریا رو قطع میکنه و با کنجکاوی تورمن رو نگاه میکنه. اونم با حس پیروزی اطرافو نگاه میکنه تا بالاخره قایق به آسمون فیک برخورد میکنه و تورمن به آخر دنیا میرسه. تورمن با فهمیدن حقیقت واقعی نمیتونه جلوی اشکاشو بگیره. اون به پله‌هایی میرسه که به در خروجی میبرتش و قبل از اینکه از این برنامه تلویزیونی خارج شه کریستوف برای اولین بار با میکروفونش باهاش صحبت میکنه. اون میگه من کسی ام که از روز تولد تو رو دارم میبینم و همیشه حواسم بهت هست. میگه دنیای بیرون خیلی کثیف و خشنه و اگه بمونی اونجا خیلی حال بهتری داری چون زندگیت راحت تره. تورمن بهش گوش نمیده و همون جمله همیشگیشو به زبون میاره. اگه دیگه ندیدمت عصرت بخیر شبت هم بخیر. بعد رو به جزیره مثل بازیگرا تعظیم میکنه و از در میره بیرون. لورن یا همون سیلویو هم با خوشحالی از پای تلویزیون بلند میشه و همه دنیا پایان این برنامه تلویزیونی بعد از این همه سال جشن میگیرن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ده تورمن شو فیلمی بود که من واقعا با دیدن سکانس های آخرش و بازی فوق العاده جیم کری که انگاری داره یه حقیقت خیلی بزرگ رو برای خودش کشف میکنه نمیتونستم جلو احساس شدن خودمو بگیرم و بعد پایانش هم تا مدت ها زندگی خودمو زیر سوال برده بودم. یعنی امکانش هست که همه چیز یه شبیه سازی باشه؟ یعنی امکان داره دنیای اصلی اون بیرون باشه و من اونقدر درگیر زندگی روتینم شده باشم که هیچ خبری ازش نداشته باشم؟ این فیلم خیلی خفنه. حتما یه بارم که شده کاملشو ببینید چون دیالوگای فوق العاده ای داره و بازی جیم کری هم توش واقعا بهترین اجراشه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.